کودکان باغچه هایی از امیدند که از شگوفه ها لبریزند، شگوفه هایی معطر از تمامی گل های جهان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما دوستای خوب و نازنین. انشالله که سالم و سلامت باشین و کنار پدر جان و مادر جان روزهای خوبی را سپری کنین. دوستای خوب و نازنین، روزه شنبه همه شما بخیر و خدا کنه که تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. به نام سوره های پاک قرآن، به ذکر تک تک آیات رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تمام دوستای خوبیم، دوستای نازنینم، انشالله که جور و صحتمند باشید و آغاز یک هفته زیبا و خوبی و خوشی تای دم سپری کرده باشین. بله شکیلا جان، انشالله که بله. سلام دختر بچه های خوب، خوب هستین؟ چی؟ بله شکر که کل اگیتان خوب هستین. ها بله. چی گفتین؟ بله بله بله، من خوب هستم، سلامت باشین، خدا کنه کلگیتون دوستکای نازنینم خوب باشین و یادتان نره که تا آخرین برنامه همراه ما باشین. بله. سلام تقدم شکیلا جان و روبابا جان. سلام فولادی جان، خوب هستی؟ تشکر، خودت خوب هستی؟ فولادی جان بله فولادی. بله فولادی ما تمیز و مرتب، امروز اول هفته است دیگه. هستی؟ امروز قشنگ شده؟ بسیار مقبول شدی. راست میگی؟ لباست برات بسیار قشنگ میگفت. راست میگی؟ بله من همیشه قشنگ هستم. تشکر، باش همراه یک سلفی میگیرم. خیلی شید گپی نیست. تشکر فولادی. بله میبینی که دوستای نازنی ما هم بسیار مقبول شدن. بله. بسیار تمیز و مرتب پیش تلویزیون. بله رو بابا جان، دوستکای ما همیشه و همیشه مرتب بودن، همیشه و همیشه بله. با نظم بودن مثل خودم. بله دقیقا. بازم فولادی خودش تعریف کرد. بله دیگه. قابل تعریف هست. بله دقیقا. چی میگه؟ فولادی جان امروز چند شنبه است؟ بله. چی شنبه؟ چند شنبه؟ دو شنبه، نه شنبه. بله شنبه است و ما چی آیتمی داریم؟ قصه خانی. ما که قصه داریم، خیلی داستان ما کجاست؟ وای داستان داستان ما کجاست؟ وای فولادی جان صبر میکنی یک دفعه برات بگویم که چی گپ است؟ چی گپ است؟ یکی من داستان خوبش نمیخونم. نه اصلا خیلی هم خوبش میخونی فولادی جان. خیلی چرا من قصه نیستم؟ امروز تو دوستای ما و داستان بله. ما و روبابا جان که میخوانیم گوش بده. بله. گوش بدم چون میخوانم فولادی جان. بله به گپ دوستات گوش نمیتی؟ گوش میدم، کلش گوش میدم. خوب است، یعنی گوش میدم داستان نخوانم، کلش تو شکیلا جان میخوانی؟ بله بله این گپ خوب است، من فقط گوش میکنم مثل دوستا. خب صحیح سکس رو بابا بله. جان شکیلا جان صحیح دک. بله چقدر خوب فولادی بله. جان و دوستای نازنین ما بدقت داستان ما رو گوش بگیره و ما رو بابا جان داستانم میخوانه. بله. نام داستانتون چیست؟ بله امروز داستان؟ بله امروز میخواییم داستان گردباد و دوستای نازنین خود بله. بخوانیم. بله خوب است که شروع کنیم، درست است؟ بله خب داستان خود شروع میکنیم. در یکی از روزهای کوتاه زمستانی گردبادی آهسته و آهسته از جای خود حرکت کرد، به طرف دشت آمد. دید در کنار جوی درخت ها استادند. باد با صدای بلند فریاد زد برخیزید برخیزید، ولی هیچ جوابی نشنید. از آن طرف یک بلبل خوش آواز نزدیک آمد و گفت کی را صدا داری؟ باد گفت میخواهم نوید آمدن بهار را به درختان هدیه بدم. بلبل قه قه خندید و به گردباد گفت خودت برو و تند باد را صدا کن تا با ورزیدنش تمام نباتات، درختان و حشرات را از آمدن بهار با خبر سازد. گرد باد و بلبل هیچ نگفت و با عصبانیت تمام به سفر خود ادامه داد. در مسیر راه به یک کوه کوچک و کم عرض روبرو شد. بلند صدا زد برخیزید برخیزید، ولی باز هم جوابی نشنید. به طرف بالای کوه نگاه کرد، دید که یک آهوگک زیبا و مقبول به طرف دامنه کوه پایین می آید. آهوگک وقتی با گردباد روبرو شد از او پرسید کی را صدا داری؟
گردباد گفت حیوانات را که در کوه زندگی میکنند و اکنون در خواب زمستانی هستند. میخواهم بیدار کنم و برایشان بگویم که بهار نزدیک است. آهو با صدای بلند خندید و گفت گردباد عزیز، ما حیوانات به خواب زمستانی نمی رویم. برو به کارت برس. گردباد به طرف جنگل به راه افتاد. در جنگل موشی خواب بود. موش که از هوای سرد زمستان خسته شده بود، در خواب می دید که برای چوچه های خود قصه آمدن بهار و آمدن نوروز و سفره هفت میوه می گوید. خواب موش دوام داشت. گردباد که دید موش خواب است، هرچی او را صدا زد بیدار نشد، چون او در خواب بسیار مصروف قصه گفتن به چوچه هایش بود. بله فولادی جان، دیگه شو بگو فولادی جان. بله فولادی جان، اگه موافق باشی، چون دوستای نازنین ما میخوان که کارتون یک میان برنامه ببینن. بله فولادی جان، دیگه شو برام بخونین. باشه حتما میخونه. دوستای خوبه، بریم یک کارتون خیلی زیبا را ببینین. دوباره با ما باشی، با ما باشی دوستان، دیگه شو باش بخونیم. درست است فولادی جان، دیگه شو برات میخونیم. دوستای خوبم، انشالله که از کارتون خوشتون آمده باشه و همچنان من رو بابا جان داستان تا نصفش خوانده. درست است فولادی جان. فولادی جان یک دقیقه صبر میکنی که ما با دوستای ما گپ بزنیم. بله. برایشان بگویم که ما تا نصفش خواندیم و حال میریم طرف دامش. خیلی دامش رو بخونین. خیلی همه کم عجله داره، میخوام زودتر بشنم داستان چی میشه. بخونین دیگه. عجله نکو فولادی جان، آرام باش. شکیلا جان برات میخونه. دام خیلی بشه من نفس همه تو بکشون باز بخونین. وای خدا، بخواب برم طرف ادامه داستان ما. باد بسیار ناراحت شد و نزد تنباد رفت، داستان براش قصه کرد. تنباد خندید و گفت هر کاری از خود وقت زمان میخواهد، خودت پیش از وقت به این کار دست زدی. گردباد گفت پس باید چه وقت میرفتم و همه را از آمدن بهار با خبر میکردم؟ بله تندباد گفت در روزهای آخر زمستان، و با گفتن این حرف با شدت تمام از جایش حرکت کرد. وقت بکو، دشت و صحرا می رسید، بهار هم از راه رسید. با شنیدن صدای تندباد همه از خواب بیدار شدن و از خوشی تمام گلها، برگها شاخه کشیدن و از تندباد تشکر کردند و با ورزیدنش آنها را از آمدن بهار خبر کرد و نوید بهار را با خود آورده بود. موش هم از وزیدن تندباد خنک خورد و بیدار شد. دید که صبح شده است و آفتاب با گرمی لذت بخشش همه جا را فرا گرفته است. تندباد از موش پرسید شما هم به خواب زمستانی رفته بودید؟ موش گفت نه، ما موش ها به خواب زمستانی نمی رویم. تو برو تا چوچه هایم مریض نشوند. من رفتم و خوشخبری بهار را برای همه دادم. بله بله، بزرگان راست گفتند، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. شکل بله. جان بنظر از داستان امروز ما. بله بنظر داستان ما جالب بود. خیلی جالب بود فولاد جان. بله خیلی جالب بود. و او دوستای نازنین ما که در داخل خانه هستن خیلی خوششان آمده. بله دقیقاً 100%. بله بسیار یک داستان مقبول فولاد جان، از این داستانتون زیاد خوشم آمد. کاش من باد می بودم. فولادی کاش من باد می بودم. باز گپای خیلی فولادی؟ بله یکی خودت فولادی هستی؟ بد است؟ بد خونیست، کاش باد می بودم. خبر خوشی که کن نمی بیدادم. به خاطر که خبر خوش به دیگران می دادی باد می بودی؟ آه دیگه فولادی؟ بله خب همیالی هم خودت می تانی که خبرهای خوش به دیگران بتی؟ داشتی؟ چه کس می مثلا؟
خب مثلا وقتی که یک خبر خوش شنیدی و پدر جان یا مادر جانت گفت که خبر خوش به کسایی که مربوط میشه برسان، میتونی رفته و در خانه شان یا زنگ بزنی یا برشو خبر خوش بیتی. و همچنان اصلا لازم نیست فولادی جان، اصلا لازم هم نیست که تو باد شوی. بله فولادی، اگه تو باد شوی باز نمیتونی دوست ما باشی. باش میگی؟ بله، چون که وقت ما دیگه احساس سرما خود داشتیم، نمیخوایم که تو دوست ما شدیم. نه رو بابا جان، هرگز من نمیخوایم باید باشم، من باید آتش باشم. بله. تو دوست شما باشم. آتش باشی؟ آتی که خودت گفتی فولادی. خود دوستکای عزیز مهربانه، من که هر سو فولادی جان هستم، اصلا نیاز نیست که من باد باشم یا آتش باشم. بله، یا بجور من هم میگه کاش تو باد میبودیش. بله، بجور من یک کاش تو آتش میبودی. ما مجبور کنیم، نمیخوایم. دوستای ما دیدن کی را مجبور کرد کی را نکرد. درست فولادی جان؟ خود نیستم، من فولادیستم، خودم میخوایم باشم. درست است فولادی، بسیار من احساساتی میکنین، ولی داستان رو بسیار خوبش خواندین، بسیار یک داستان مقبول بود. از داستانتان بسیار خوشم اومد. تشکر فولادی جان. داستانتان بسیار پیغام خوبی دمای داشت. تشکر بسیار زیاد، دیگه گفتنی ندارم. تشکر از فولادی جان که از ما تعریف کرد. اما اینکه دوستا شما شاهد بودین، ما که فولادی رو نگفتیم تو باید آب باشی. تیر خودم میارن دوستا، اصلا نگرفته تیر خودم میارن. اما ما نگفته بودیم، برای شما که دیدین دیگه. خودم شاید دوستای نازنین ما دید کی کی را گفت و معلوم داره ای که ما فولادی رو گفتیم یا فولادی خودش گفت. شکیلا بلی. شاید فولادی جان کدما شوخی کرده باشه. حتما نمیگه باشه. نگفتم که شوخی کرده. فولادی جان، فولادی تو همراه ما شوخی کردی؟ معلوم است همراه تان مجاق کردی. دوستا میبینی؟ فولادی همین جمعه تا ما را آرام نمیمانه، شوخی های خود داره فولادی. بله دیگه دوستا، ایش متوجه نشدین؟ متوجه شدیم دیگه فولادی، متوجه شدیم. من میاله متوجه شدم که تو با ما شوخی کردی و ایگه پاره گفتی تا ما یکم بخندیم. شایی سک بابا جان، داخل شکای متوجه شدیم فولادی. آفرین فولادی، اما قسم بخند. فولادی؟ بله؟ همیال اگه قطعت قار کنیم چی؟ قار نمیتونین؟ بله قار نمیتونیم، بخاطر که فولادی جان دوست ماست. دوست خب ما است. فولادی جان و روبابا جان بله. چه خوب است بریم یک میان برنامه ببینیم. درست است دوستان. بله. نظرین میان برنامه رو با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. نخند فولادی جان. بله دوستای خوب و نازنین، کارتون هم با هم دیگه دیدیم و مطمئن هستم که از دیدن کارتون خوشتان اومده. درست است؟ بله، تشکر که تا بار با ما بودین دوستکار. بله دوستای خوب، ما رسیده به نتیجه گیری داستان ما. داستان بله. ما رو بابا جان خواندیم و حالی هم رسیدیم به نتیجه گیری داستان خود. بله شکیلا جان. بله رو بابا. دوستای نازنین، فولادی که تو عادت داره که ما را بسیار قد ما شوخی میکنه. بله. و گپای ما را بعضی هاش جالب میگن، اما بیا که پرسان کنیم ببینیم که خودش از این داستان چی یاد گرفته، چی نتیجه گرفته. بله دقیقا فولادی جان. میشنویم فولادی جان. چرا تیرت میاری؟ چی گفتی؟ گفتم از داستانی گفتی؟ که ما رو بابا جان خواندیم، خودت چی نتیجه گرفتی؟ نتیجهش از ما پرسان میکنیم. ما مگه از اول نگفته بودیم که باید نتیجه تو بگوی فولادی؟ هیچه حتما. نتیجه داستانی بود که شمال زیاد بود. خب خواب زمستانی هم زیاد بود. خب خواب زمستانی، آهو هم دهی داشتن ما بود. بله بود، اما فولادی تو ارزای داستان نام نگیردم. نتیجه داستان بگو فولادی. نتیجه بگویم؟ بله مشاخو خواب کده بود، باش مادرش در خواب به بچکک خود قصه گفته بود. راستی فولادی جان؟ دوستا به نظر شما این نتیجه داستان است؟ فولادی؟ فولادی ترت نه فولادی جان، خوی بادن این شمال نمون که بیای گو برو کشتکار مریض میشه. بی ادب. وا بی ادب نتیجه بود رو بابا جان؟ نه اصلا هم نبود. نبود؟ نه فولادی نبود. شما درکم نمیکنین دوستان، رو درک کردن فهمیدن. ما درکت نمیکنیم، ما از نتیجه داستان خواستیم. چه ربطی داره فولادی؟ نخن من نتیجه داستانم گفتم، خود دیگه خودتون بگین، الکل چه من بگم؟ آره تو خود نتیجه داستان هیچی نگفتی. خودش گفتم دیگه، خود دیگه خودتون بگین دیگه، الکل چه از من پرسیدن میکنه. آره خیلی است نتیجه فهمیدستم. معلوم دارست فولادی جان، دارست که تو فامیده هستی، چقدر فامیده هستی. بله آقنده ما جانم، بگین خودتون. تشکر، چاپلوسی نکو فولادی. نه خیر
فولادی؟ بله. به نظر چیزایی که تعریف کردی و دوستان نازنین ما شنیدن نتیجه داستان بود یا نه؟ نه خیر نبود فولادی. فولادی جان قبول داری که این نتیجه داستان نبود و میخوایی که ما برات بگوییم نتیجه داستان چی بود؟ بله فولادی جان میخوایی ما رو بابا جان برات تو بگوییم. سعیش در ما خود نتیجه داستان فامیلتون بچگک میگه برام بگوییم. آه بازم گپ او بچگک پیش آمد. درست است نسای نزنین؟ بله. پس ما و شکلا جان نتیجه داستان برای شما میگیم تایی که بله. هم بعضی ها به او بچگک برسانن که چی بوده این نتیجه. آه. آه بله. دوستای خوبم فولادی جان هر کاری میگه از خود بله. وقت و زمان خودش داره. درست است مثلا بله. مکتب رفتن ما، نان خوردن ما، دوا بله. خوردن ما. اگر مثلا ما در مکتب بریم و سر وقت حاضر نشیم، ما از نکات مهم درسی که استاد به ما میگه، ما نمیتونیم بفهمیم. ما همچنان وقتی که ما دوا میخوریم، وقتی که سر وقت چی اگر نخوریم، دوا رو سر وقت نخوریم، تاثیر خود از دست میده و همچنان غذا خوردن ما همینطور است. بله شکیلا جان. پس همونطور که بزرگان هم گفته که هر سخن جایی و هر بله. نکته مکانی دارد. منظوری است که ما باید درک کنیم بفهمیم که چه زمانی باید یک کار را انجام بدیم و ای که دی داستان ما گردباد هنوز بهار خیلی دور بود و او آمده بود و کلاگی را میگفت که بهار نزدیک شده. یعنی پیشپرد بود؟ بله فولادی. بله فولادی جان پیشپزک بود. زیاد پیشپرد بوده این باد بی‌ادب. بله و ما سعی کنیم که همیشه هر کار را به وقت و زمان خودش انجام بدیم. دوستان از این مگه میالی بگویم که نوروز شما بخیر. چرا میخندی فولادی؟ فولادی جان دارو من مثال آوردم که ما نباید قبل از وقت کاری رو بکنیم. خب مثال چیدی دیگه؟ من مثال خندیدم. بله بر مثال خندیده. درست است دوستان نازنین همین قسمی باید همیشه سعی کنیم چیکار کنیم هر کار را در وقت و زمان خودش انجام بدیم بله. و هیچ وقتی برای رسیدن هر کاری عجله نکنیم به خاطر که وقت و زمان همه چیز را با خودش میاره. راست میگی رو با بجر مثل بهار مثل زمستان همه گیش در وقت زمانش میاید. بله فولادی بله همیال کدام فصل است؟ کدام فصل است؟ ما در زمستان هستیم. آفرین در زمستان هستیم. بله هوا سرد است و فولادی بله یعنی دیگه بخیر یک ماه زمستان هم تمام شد. آه خلو شد رو بابا جان و دیده دیگه تر خدا قدر ما در موافقت های زیادی در یک ماه رسید. بله فولادی جان رو بابا جان یک بله. دیگه از یاد تا نرفته که ما داریم دوای تمای ما بله یادم آمد. بله سینم سوال بله چه خوب از یک کارتون ببینیم بعد از او بریم طرف دوست ما که چی سوالی کده از ما. بله دوستای نازنین با هم یک کارتون ببینیم و دوباره با هم باشید. فولادی جان تو در چی موافقت دوستای خوبم باز هم ما آماده هستیم که به دوست نازنین ما که ما سوال کرده و سوالش جواب بده. بله شکیلا جان اول بریم ببینیم سوال دوست ما چی هست. بله بریم ببینیم که دوست نازنین ما از ما چی سوالی کرده. سوال دوست سلام من یاسر هستم متعلق صرف اول سوال مایی هست که اش چرا شد است. بله دوست نازنین ما پرسیدن که چرا عشق شور است. چه سوال خوبی کده راست میگه راست میگه. بسیار سوال خوبی کده و دوستای خوب و نازنینی که در داخل خانه هستنم شاید بعضی هاشون این سوال داشته باشن پیش خودشان. درست است و خیلی هم شاید مثل ما جوابشان نفهمن. بله پس خوب است که ما در مورد سوال دوست ما جواب بدیم تا اینکه همه ما کسایی که نمیفهمیم بفهمیم. درست بله بریم طرف جوابش. بله شکیلا جان و فولادی جان خوب. و همچنان دوستای خوب و نازنین داخل خانه دلیل نمناک بودن یا رطوبت داخل چشم ما خیلی دلایل زیاد داره و یکی از دلایلش است که اگر ما چشم ما رطوبت اشک و یا نم داره این است که ما میتونیم حدقه چشم بر راحتی و آسانی حرکت بدیم. شما این مردمه که چشمتان دیدین حتما این حدقه را وقتی که حرکت داره میتونه که قشنگ حرکت کنه و بدون اینکه یک جای متوقف شه. این به خاطر این است که چشم ما چی است؟ آب داره یا اشک داره و یکی از چیزای خیلی مهمی که خداوند مهربان آفریده است که چشم ما آبش یا همین اشک چشم ما چی؟ شور
خور و نمکدار است. دلایل خیلی زیادی داره و یکی از دلایل خیلی مهمیش است که خداوند مهربان خواسته تا چشمای ما همیشه سالم باشه و بتونه که دید خیلی خوبی داشته باشه. از او خاطر چیکار کرده؟ چشمای ما را آبشه شور و نمکی کرده. البته تمام مایعاتی که در بدن ما وجود دارن، عرق، خون و همچنان اشک ما نمکی هست و این یکی از دلایلی است که خواسته چشم ما همیشه چی باشه؟ سالم باشه تا ای که چیزهایی که ضرر داره داخل چشم ما نشوه. بخاطر که اگر شور نباشه چشم ما ممکن که همه گرد و غبار و خاک و چیزهای مضری که در طبیعت هست چیکار شه؟ در داخل چشم ما جای بگیره و این شیرینی اگر شور نباشه خب حتما شیرین است دیگه، میتونه که باعث خراب شدن چشمای ما شوه. پس چقدر خداوند مهربان به فکر ما است که چشمای ما رو چی؟ اشکش شور آفریده. بله، بله، و همچنان شور بودن اشک سبب ازیسته و خاطر ازیسته که اما بافت های ظریف داخل چشم ما را کاملا حفظ میکنه. و همچنان اگر طعم شوری آب چشم نباشد، مثلا اگر آب چشم ما مثلا نمک نداشته باشد، به اون خاطر چیکار میکنه؟ همین چشم ما اگر آب نداشته باشه، آبش نمک نداشته باشه و اشیای مزاحم مثلا گرد و غبار داخل چشم ما میشه و خدای نخواسته باعث بینایی ما میشه. و همچنان ما سه نوع اشک داریم که ایره روباب جان به ما میگه. بله شکیل جان، اگر که چشم ما اشک شور نداشته باشه باعث نابینایی میشه. بله دقیقا. بله دوستای نازنین، شکیل جان گفت که ما سه نوع اشک داریم. بله، اشک های پایه، اشک های رفلکسی یا واکنشی و همچنان اشک های احساسی که هر کدام این اشک ها نظر و نوعیت خودشان شوری یا نمکی بودنشان هم فرق میکنه. بله دقیقاً. بله. و همچنان که اشک های رفلکسی یا واکنشی وقتی ایجاد بشه که ما میخوایم از چشم خود اشیای مضر مانند دود، گرد، غبار را بیرون کنیم. و همچنان اشک های احساسی اشک هایی هستن وقتی که خدا نخواسته ما گریه میکنیم اینا ایجاد میشه. بله. اشک های پایه. دوستای نازنین، اشک های پایه اشک هایی هست که در حالت عادی چشم ما رو وقتی که میبینیم چی نمناک است و مرطوب. همین اشک های پایه هست که تعداده، یعنی نمکش بیشتر از اشکای احساسی است. اشکای رفلکسی یا واکنشی هم همچنان همین قسم است و خیلی فایده داره برای چشمای ما تا که از ضرر رسیدن به او جلوگیری میکنه. بله و همچنان که حالا با خود فکر کردیم دوستان نازنین، وقتی که ما گریه کردیم و اشک ما که میآید متوجه شدیم کمی اشک ما شور هست. بله. و با خود فکر کنید که خدای خوب ما چقدر ما خوشبخت هستیم، خدای خوب ما گرده های سالمه با ما داره. بله. تا همین سطح بدن ما که نمک داره او را کنترل بکنه. بله دقیقاً. و برای دوستان نازنین خود در مورد اشک های احساسی هم باید بگوییم که زمانی که شما یک احساس غم دارین حتما چی گریه کردین یا بعضی وقتها از شدت هیجان و خوشحالی زیاد هم چیکار کردین؟ گریه کردین. و این اشک ها نمک کمتری نسبت به دو نوع اشک دیگه ما داره. بله. و در حقیقت یک چیز دیگه هم از شکل جان پول دیجان، وقتی ما گریه میکنیم اثر احساسات و چیزی باعث خوشحالی یا غم انگیزی ما میشه، احساس راحتی میکنیم و به این اشک ها اشک های مسکن هم میگه به خاطر که انسان راحت میسازن. بله چقدر جالب بود پول دیجان، خوبم شما جواب دادین. بله تشکر. خوب شد که دوست بایی سوال کرد. بله بله دوستای خوب و نازنین، ای بود از سوال دوست نازنین ما، جوابش گرفت و ای بود از داستان امروز. خدا کنه که کلن از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. بله دوستای خوبم، این بود از برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خدا را شما رو به خدای پاک میسپارم. خدا حافظتان. خدا حافظتان. خدا نگهدار.